الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند مهربان سلام دوستای خوبیم امروز چه حالی دارین؟ امیدوار هستم که سر حال پر انرژی و پرانگیزه انگیزه آمده باشن به طرف مکتب تمدن صنف دوازده و مضمون بیولوژی ادامه مباحث در ارتباط به مشکلات محیطی است و قرار است که امروز علت تخریب طبقه اوزون یا همولای اوزون را مطالعه بکنیم خب دوستا درس امروز خود را با عنوان علت تخریب طبقه اوزون چیست؟ واقعا باید بفهمیم که دلیل از این که لایه اوزون کم و کمتر شده میره چی هست؟ خب دوستا، علت عمده تخریب لایه اوزون یک مواد کیمیایی به نام کلورو فلورو هست یا CFC. معمولا به شکل اختصار CFC برش میگن. CFC مواد فوقلاده ثابت و احتمالا بی خطر هست. که ماده به حیث مبادله کننده حرارت در یخچال ها و کولر ها استفاده میشه با وجود فرارش به هوا کسی تشویش CFC ها را نداشت خب دوستان CFC یک ماده ای است که زیادتر در فریزر ها یخچال ها کولر ها استفاده میشه و این CFC به طبقات بالای اتمسفر میرفت کسی تشویش نداشت در مورد تولید CFC و عواقب تولیدش تا اینکه که دریافتند که علت اصلی از که گاز اوزون تجزیه میشه و دیگه ما لایه اوزون را نداشته باشیم همین سی ها هست این تصویر را ببینیم این هم شکل ساختمان مولکولی و این هم نامش است CFC. این یک مولکول هست تا که در سال 1985 سایزان ها دریافتن که عامل اصلی شگاف لایه اوزون همین CFC ها هست چرا؟ بخاطر که در طبقات بالای اتمسفیر شعای ماورای بنفش قادر به شکستاندن روابط مولکولی این ماده هست. بر روی سطح زمین سی اف سی ها موادی هستند که خیلی ثابت هستند. زیادتر میل به تعامل ندارن یک مرکب ثابت هست. اما وقتی به طبقات بالای اتمسفیری فرار میکنه چون اونجا حرارت زیاد هست تازه شوهای آفتاب میتابه در اونجا اونجا دیگه روابطش مشکنه و باعث میشه بره به طرف اوزون خوش داره که با مالیکول های اکسیژنی که در دا داخل اوزون هست تعامل بکنه و دیگه اوزون وقت اوزون نیست بلکه مالیکول هایش مشکنه در نتیجه اتم کلورین تولید می گردد که بعد از یک سلسله تعاملات سبب تخریب خود اوزون میشه خب دوستان سی اف سی فوقلاده ثابت است اما وقتی که UVA و UVB بالایش تابید رابطش مشکنه کلورین از داخلش جدا میشه و کلورین خوش داره که بره به با... طرف اتم های اکسیژن اکسیژن های اوزون را میگیره و دیگر اوزون اوزون گفته نمیشه بلکه به مولکول های دیگه اکسیژن تبدیل میشه قدرت دوباره پس زدن شعات مارای و نفشه دیگه نداره بنابراین گفته میتونم که شکاف لایه اوزون اتفاق افتید یا کم شدن طبقه اوزون از, از این لحاظ اتفاق رفتیم پس چه کار باید شود؟ از تولید و فرار CFC باید جلوگیری گیری شود خب دوستا از همین لحاظ بسیاری از کشورها استفاده از CFC ها را من تبادل کننده حرارت متوقف کردن گفتن ممنوع هست دیگه نباید از این ماده استفاده بکنیم نایتراس اکساید، کاربون تتراکلوراید و گازات که از سوخت مواد نفتی ایجاد میشه هم باعث تخریب لایه اوزون شده میتونه. چرا؟ به خاطر که تماماً به شکل دود به طبقات بالا فرار میکنن. اینا در اینجا ثابت هست اما در اونجا مولکول هایشان جدا میشه. مثلا نایتروژن جدا میشه، کاربون تتراکلوراید کلورینش جدا میشه، هر کدام به نوبه خود خوش داره با اکسیژن های اوزون تعامل بکنند. بنابراین باز هم لایه اوزون به خطر میفته پس چه خوب است که از هر نوع ایجاد آلودگی اینا چی کنن جلو گیری کنن عملیه که در آن نسبت به تولید تخریب لایه اوزون بیشتر باشد را تقلیل اوزون مینامد. یعنی تحت عملیه ای که مولکول های اوزون کم و کمتر شده بره به نام تقلیل اوزون یاد میشه و جایی که اوزون نباشه را به نام اوزون پر یاد میکنن یا سوراخ در لایه اوزون که فوق العاده خطرناک هست خب دوستان این تصویر را هم ببینید. اینجا شعای آفتاب هست که به سطح زمین آمده طبقات مختلف اتمسفیر هست اینجا استراتوسفیر است بالایش لایه اوزون هست که همین لایه اوزون مانع دخول بیشتر شعاعات ماورای بنفش میشه خوب دوستا طرز جلوگیری از تخریب لایه اوزون حالا فهمیدیم چی چیزهای به لایه اوزون و این محافظ طبیعی ضرر می دسانه. پس خوب است بفهمیم که چگونه از این ضرر جلوگیری بکنیم اول منابع جدید و بدیل برای انرژی جستجو شود تا سوختاندن مواد فسیلی جلوگیری کردن این مواد مواد نفتی و مواد فسیلی در درجه اول باعث به خطر انداختن تمام اکوسیستم میشه بنابراین چه خوب است که از استفاده از این ما جلوگیری بکنیم منابع تجدید پذیر مثل باد، آب، مثلا چای آفتاب یا نور آفتاب را جا این گونه انرژی بکنیم استعمال سی اف سی من حیث مواد سرد کننده متوقف گردد اینا کنفرانس های را هم در سطح جهانی ایجاد کردن و قرارداد کردن که دیگه نه باید در کشورها از CFC استفاده شود چرا؟ چون موضوع کم شدن لایه اوزون به همین اندازه جدی بود سطح آگاهی آمه پیرامون نازک شدن اوزون و خطرات آن بلند برده شود اکثریت وقتی که مواد بسیار بیکیفیت سوختی را می خبر ندارند که چه ضرری را به محیط به خودشان به نباتات و یا سایر موجودات زنده وارد میکنن. بنابراین چه خوب است که سطح آگاهی مردم را در مورد اول موجودیت لایه اوزون دوما فوایدش سوما از که این مواد سوختی به لایه اوزون داره را این سطح معلومات را بالا ببریم تا یک مردم هم همکاری بکنن خب دوستان میبینین سوختاندن مواد فوسیلی، مواد نفتی غیر مجاز را به ها هم باید متوقف بکنند. خب دوستا ای بود معلومات پیرامون لایه اوزون امیدوار فهمیده باشین و در درجه اول خودتان کمک بکنین تا اینکه که لایه اوزون را ما نجات بیده مبحث بعدی که در کتابتان ذکر شده او آلودگی هست آلودگی فقط آلودگی هوا نیست چرا؟ چون ما و شما اکثریت وقت آلودگی میگیم همین هوای زمستانی خود شهر ما براد ما میاید اما آلودگی انواع مختلف را داره بیاین بریم ببینیم این تصویر را که می‌بینید آلودگی است که فابریکه های تولیدی ایجاد میکنه خب دوستان با شروع انقلاب صنعتی در سال عبدصد میلادی مردم زیادتر به مشکل ماشینالات متکی گردید دیگه وقت انقلاب صنعتی شد همه چی ماشینی شد از تولید لباس گرفته تایی انتقالات و ترانسپورتشن همیش به ماشین متکی شد در نتیجه مواد بیشتر برای آلوده شدن محیط تولید کردید اوه. وقتی که ماشین آلات به وجود آمد این کار خوب بود که سهولت ایجاد کرد در تمام عرصای زندگی اما محیط ما را به خطر انداخت تغییر ناخواسته ای که از اثر زایعات یا اشکال انرژی تشاشو به وجود می عبارت از آلودگی هست یعنی وقتی ما یک پروسه را انجام میتیم، از یک ماشین آلات استفاده میکنیم یا مثلا انرژی به دست میاریم انرژی مصرف میکنیم یک تغییر ناخواسته یک ضرر ناخواسته ما به محیط وارد می کنیم او عبارت از آلودگی هست حالا فرق نمیکنه که ما بریم منابع آبی را آلوده کنیم هوا را آلوده بکنیم و یا انواع آلودگی دیگه‌ای که موجود است خب به عبارت دیگه علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را برای زندگی اجسامیه کمتر مساعد سازد آلودگی نامیده میشه یعنی محیط دیگه محیط دلخوا برای زندگی هم موجودات نباشه یک مثالش را که در جلسه قبلی خواندیم باران اسیدی فوق قلاده بالای سطح های نباتات مضر است چی شد محیط برای زندگی نباتات کمتر مساعد شد یک نوع آلودگی گفته میشه مواد معلد آلودگی را آلوده کننده یا معمولا یاد می میکند چیزی که باعث پلوشن یا آلودگی شود آلودگی با ازدیاد نفوس و صنعت بیشتر میگردد چرا؟ چون به نوبه خود اگر هر شخصی آلودگی را ایجاد کنه و یا ای که در صنعت سکیم شود باز آلودگی هوا با همین نسبت زیاد میشه مواد آلوده کننده توسط انسان بیشتر تولید میگردد تا زنده دیگر خب دوستان زندجان های در تولید آلودگی سهیم هستند اما به اندازه ای که انسان به محیط مزر بوده اونا اصلا مزر بوده نمیتونن فابریکه هایی که به خاطر سهولت خودشان استفاده میکنن مترهایی که به خاطر سهولت خودشان استفاده میکنن همهشان به محیط ضرر داره و این ضرر را بر علاوه که خودشان متحمل میشن نباتات و حیوانات هم متحمل میشن این مواد یعنی موادی که باعث آلودگی میشه به شکل جامد بوده میتونه مثلا زباله ها مایع بوده میتونه مثلا اسید ها یا گاز بوده میتونه مثلا همین آلودگی از اثر دود این تصویر رو ببینین انواع معمول آلوده کننده های هوا رو برتون نشان دادم الدیهاید ها از جمله فرمالدیهاید است بیشتر بریم بخونیم باز میبینین که ها چقدر مضر هست یا سلفر دای اکساید هست کاربون دای اکساید هست گاز میتان هست همه انواع مختلف آلوده کننده های هوا هست اول از آلودگی ضایعات جامد مطالعه را شروع بکنیم زایعات جامد چی هست؟ امی که شما بیرون میرین و تشنگی را احساس میکنین یک بوتل آب میگیرین همی اگر بوتلش را به جای مناسب دور نه اندازین. باعث میشه که شما یکی از ضایعات جامد را در شهر تولید بکنه خب دوستان تمام مواد جامدی که دور انداخته میشه به نام ضایعات جامد یاد میشه گفته میشد این مواد تجزیه میشه اما در حفر انبار ضایعات جامد چهل سال قبل دریافت شد که به خاطر نبود اکسیژن اینا تجزیه نمیشه در اول فکر میکردن ما اگر زباله ها را مدفون بسازیم در یک ساحه مشخص باکتری های خاک میای همیشه تجزیه میکنن اما انبار از زباله های جامد را گرفتن حفرکاری کردن دیدن که تماما دست نخورده باقی مانده چرا چون باکتری ها در اون ساحه حوازی بود اکسیژن برشان نبود نتانسته بودند که این مواد را ای زایات جامد را تجزیه بکنن بنابراین اونا هم رقم باقی مانده بود زایات جامد دو نوع است یکی هست یکی نن بایو چی مانا؟ بایو به معنی حیات دگردیبل یعنی تجزیه پذیر یعنی همو ضایعاتی که از طریق موجودات یا پروسه های طبیعی موجودات حیا میتونن که تجزیه شود زایعاتی هم که با پروسه های طبیعی تجزیه میگردند. این او زایعات را بایو بل میگن مثلا یک مقدار از برگ های درخت پایین میفته بالای سطح خاک رفته رفته خاک بکتریا های که در سطحش هست او رو تجزیه میتونن پس این میشه بایو اما یک مقدار تیل در سطح زمین داخل میشه یا مواد جامد دیگه بکتریا ها رو تجزیه نمیتونن او میشه نن بایو خب دوستان این هم مواد هست میبینین زباله های جامد هست اما میشه تجزیه شود به نام بایو یاد میکننش چوب غذا، زایعات حیوانی، برگ های مرده و غیره تماما مثال های از مواد هست که میشه تجزیه شود. نوع دومش به آسانی تجزیه نمیشه. حشرکش ها تماما مواد های همین گونه هستند. تجزیهشان مشکل هست. مواد زهری و توکسین، کاغذ و غیره تجزیهشان آسان نیست. پس از این لحاظ به نان بایو دگرده بالیاد میشه یعنی توسط پروسه های حیه و طبیعی نمیشه که تجزیهش بسازیم که بحث و جنجال بالای همی دسته خیلی زیاد است ای که ما ای دسته را چگونه از بین ببریم در کجا ذخیرش بکنیم تا ای که موجودات زنده زیادتر ازش آسیب پذیر نباشه ای دونه انواع مختلف از ضایعات جامد بود خب دوستان درستان را با همین مبحث این سال را در جلسه بعدی ادامه میتیم در سایتان را بخونید و متوجه خودتان باشد خدا نگهدارد